سلام مخاطبان عزیز، در این فیلم نمایش مجموعه ها مربوط به ریاضی نهم که برای پایه های بالاتر خیلی کاربرد داره، مخصوصا در درس تابع با هم دیگه حل میکنیم. در فصل گذشته با نمایش های مختلف مجموعه اعداد آشنا شدیم. مجموعه ها فصل اول از ریاضی نهم دیدیم. مجموعه یه سری اقلام، اشیا، اعداد که داخل دوتا آکولاد و با ویرگول اعضای این مجموعه با هم متمایز شدن، جدا شدن. مجموعه دسته ای از اشیا، اعداد، اقلام هست که مشخص و دو به دو متمایزن. این نمایش مجموعه با نشون دادن اعضاشه. حالا اگر بخوایم به نمودار ون نمایش بدیم، به این صورت: 1 4 رادیکال 2 5. برخی از مجموعه ها طوری هست که میتونیم براش یه قاعده قانونی داشته باشیم، به زبان ریاضی هم بنویسیم. مثلا اگر به جای اینجا این اعداد به این صورت بود: 1 2 3، این مجموعه اعداد اعداد طبیعی هست. چون مجموعه خیلی مشخصی هست دیگه، همه میدونن اگر بگن n یعنی اعداد طبیعی، خط هم میذارن کنارش با n حرف لاتی متمایز باشه. r مجموعه اعداد حقیقیه، همه اعداد. w مجموعه اعداد حسابیه، یعنی اگر 0 رو به n اضافه کنیم، 0 1 2 3، اینا میشه اعداد حسابی. z مجموع اعداد صحیحه، قرینه اعداد حسابی با اعداد حسابی اجتماعش میشه چی؟ زد. یه دونه مجموعه رسم کنیم، نمودار ون، که نمایش همین مجموعه ها باشه. R مجموع اعداد حقیقی، مجموع مادر. بعد اینجا چی رو داریم؟ Z رو داریم. بعد W رو داریم. توی W 0، بیرون N. N اینجاست. N زیر مجموعه W، زیر مجموعه Z، زیر مجموعه R هست. اما بریم سراغ یه سری تمرین. عددهای طبیعی بیشتر یا مساوی است، این یه عبارت کلامیه، یه بیان فارسیه، زبان نمادین یا زبان ریاضی. ریاضی زبان نماد هاست. همون بیان فارسی رو به زبان ریاضی نوشته. x عضو اعداد طبیعی به طوری که این خطه، یعنی به طوری که x بزرگتر مساوی 3 باشه. این نمایش روی محور اعداده. همه اینها، یعنی چه نمایش روی محور، چه زبان ریاضی، چه عبارت کلامی، مفهومش 3 4 5 6ه. روی محور میخوایم مشخص کنیم 3 4 5 6. ما تا بی نهایت نمیتونیم که اعداد بریم. برای اینکه نشون بدیم این روند ادامه داره، اومده یه دونه مستطیل که یه ذیلش این طرف ادامه داره تا بی نهایت، یعنی این طرفش نامحدوده، از اینجا بسته شده. بعد 3 و 4 و 5 و 6 پررنگ شده، بینشون نیستا، فقط 3 4 5 6 7 8 تا بره همینجور یکی یکی اضافه بشه. اینجا اومده به زبان ریاضی داده، گفته ما بیان فارسی و نمایش روی محورها رو نشون بدیم. x کوچکتر مساوی 2، x عضو w اعداد حسابی، شامل 2 هم میشه. پس میتونیم بگیم کوچکتر یا مساوی 2، یا بگیم کوچکتر از 3. میاییم 2 رو مشخص میکنیم،
یک رو مشخص میکنیم، صفر رو مشخص میکنیم، همینجور بریم؟ نه دیگه، منفی جزو دبلیو نیست، ایکس باید هم عضو دبلیو باشه و ایکس به طوری که، یعنی اینجا این شرط هم باشه، ایکس بزرگتر مساوی دو. عددهای صحیح بین منفی 3 و 2، میاییم منفی 3 رو مشخص میکنیم، نه گفته بین، از بود آره، تا بود آره، اما میگه بین منهای 3 و 2 یعنی چی؟ یعنی نه منهای 3 نه 2، بینشون. این زبان ریاضیش، بریم رو محور، منفی 2 رو مشخص میکنیم، منفی 1 رو مشخص میکنیم، 0 1، همین چهار تا میشه. البته درست میگید، اینجا زبان ریاضی هست، زیرش اومده به صورت نمایش اعضا هم نوشته، ما نمایش اعضا رو اینجا جا نیست، اینجا می نویسیم برای دومی، میشه چند؟ 0 1 2. این زبان نمایش اعضا، مشخص کردن اعضا، این منهای 2، منهای 1 0 1. پس چهار جور داره در هر مورد نمایش میدیم، عبارت کلامی یا بیان فارسی، زبان نمادین، مشخص کردن اعضا و نمایش روی محور. عددهای صحیح بزرگتر از منهای 1، باز میگه بزرگتر نمیگه از، بنابراین خود منهای 1 نیست، 0 1، و چون گفته بزرگتر یعنی همین روند ادامه پیدا کنه تا بی نهایت. حالا اگه کوچکتر بود از منهای 1 چی کار میکردی؟ اینجوری میشد. به زبان نمادین، ایکس عضو زد، چون گفته عددهای صحیح، به طوری که ایکس بزرگتر از منهای 1، میتونستیم بگیم بزرگتر مساویه چی؟ 0، و نمایش اعضاش 0 1 2، یه ویرگول، 3 تا نقطه، یعنی همین روند ادامه پیدا کنه. این فعالیت، با توجه به اینکه مجموعه عددهای حقیقی تمام اعداد را شامل می شود، تمام اعداد روی محور و اعداد حقیقی شامل، مثلا میگن اعداد حقیقی بین 1 و 2 بین 1 و 2، تو خالی 1 و 2 بینشون رو هاشور می دانیم، یعنی همه اعدادی که بین 1 و 2 هست شامل می شه. پس ما الان تو کجاییم؟ اعداد حقیقی. با توجه به مجموعه آ، چرا نقطه 2 روی محور توپر و نقطه 3 تو خالی است؟ به خاطر اینکه اینجا مساوی داره. اینجا میگه x عضو r، x کوچکتر از منفی 2. میایم 0 منهای 1 منهای 2، اینجا هم که 1 و 2، چون گفته کوچکتر از منهای 2 بنابراین مساویش نیست، تو خالی، و اینم که نشون میده که کوچکتر از منهای 2. اینجا گفته x عضو r، x بزرگتر مساوی منهای 1 تا کوچکتر از، کوچکتر یا مساوی، بنابراین باید در نظر بگیریم خود 5، این 0، این منهای 1، این 5، حتما با خط کش و عدد بینش. حالا اگر این R نبود، Z بود یا W بود، چجوری میشد؟ میامدیم یه محور رسم میکردیم و بعد دو، سه،
4، اینجا هم 5، 5 رو تو پر، 4 رو تو پر، 3 رو تو پر، 2 رو تو پر، 1 رو تو پر، 0 رو تو پر، منهای 1 هم تو پر. اما اگر به جای Z W بود دیگه منهای 1 نبود. میگید آقای رضا اینجا که گفته X بزرگتر مساوی منهای 1، بله، همچنین گفته X چی باشه؟ عضو W باشه. یعنی اگر اینجا W بود اون وقت همین میشد، دیگه منهای 1 نبود. X بزرگتر مساوی 6، میایید اینجا 0 1 2 3 4 5 6 6، چون مساویش هم هست به این صورت میشه. و این تمرین، مجموعه های زیر روی محور نشان دهید، با توجه به محور مجموعه متناظر آن را بنویسید، یک بزرگتر از منهای 1. چی میشه؟ این تو خالی به این صورت، این طرف، چون آره، این میشه چی؟ x عضو r. از کجا فهمیدیم آره؟ همش تو پر خط کشیده، به طوری که x بزرگتر مساوی منهای 2. منهای 2 تو پر دیگه، درسته؟ x کوچکتر مساوی 2. 2 رو مشخص میکنیم و اینجا هم هاشور میزنیم تا بی نهایت ادامه داره. با توجه به مجموعه ABC در سوال 1، عبارات درست رو با علامت تیک مشخص کنید. 75 صدم عضو آ. 75 صدم کجاست؟ اینجاست دیگه، عضو آ هست. این عدد 25 صدم تقریبا عضو بی هست. ببینیم، بله دیگه، که تقریبا اینجا میشه رادیکال 13 میشه 13 بین دو تا مجذور کامل 9 و 16. بنابراین رادیکال 13 بین 3 و 4، 3 و خورده‌ای عضو آ هست. رادیکال 7 بین 4 و 9، 2 و خورده‌ای رادیکال 7، بنابراین عضو سی نیست. اینجاست 2 و خورده‌ای، بعد اینجوری بود، درست بود. رادیکال 1 میشه 1، عضو آ هست. منهای 1000 هم عضو سی هست. کدام یکی از مجموعه های زیر با مجموعه نقاط روی شکل زیر برابر است؟ منهای 2 نداره، توی هیچ ستا هم نیست، اما این که نیست چون نقاط بینشون رو داره، این فقط 5 تا نقطه است. x بزرگتر از منهای 2 نه، چون تا 3 اومده، بنابراین اینه. متشکرم، خدا نگهدار.